دوست دارم در مورد جبهه هفت آبان و کلن وضعیت این نیروهای گروه های سیاسی موجود توی اپوزیسیون اگه نظرتون رو بگی، و هم بعد دوست دارم در رابطه با انتخاب مجددتون در پارلمان صحبت کنم. خواهش میکنم. خیلی ممنونم، خوشحالم از اینکه امروز تونستیم دومین سالگرد تأسیس جبهه هفت آبان رو کنار هم جشن بگیریم، روز بزرگ داشته، روز جهانی بزرگ داشته کوروش بزرگ رو کنار هم باشیم. پیامی که امروز ما دوست داریم در کنار هم بدیم اینه که همبستگی و اتحاد ما ایرانی ها با هم و همکاری ما میتونه راهگشای راه ایران ما باشه، ایرانی که دو سال پیش به تمام جهان نشون داد که میخواد آینده دیگه ای رو نه تنها برای ایران رقم بزنه، بلکه یک صلح و امنیتی رو به خاورمیانه و کل جهان برگردونه. برای همین پیامی که اینجا هست اینه که جبهه هفت آبان تونسته خیلی از فعالان رو کنار هم جمع کنه، کنار هم ما قوی تر هستیم و با انگیزه خیلی مصممی میخوایم که در واقع تمام از دست داده هامون رو در تمام تاریخ ایران کنار هم بذاریم و از اونها قدرتی بسازیم، انگیزه ای بسازیم که برای ایرانی آزاد و دموکراتیک در آینده بتونیم برنامه ریزی کنیم. و از این جهت به نظرم خیلی مهمه که فراموش نکنیم آینده ایران آینده ای روشنه اگر ما ایرانی ها راه کسایی رو که از دست دادیم و هنوز همچنان دارن مبارزه میکنن رو ادامه بدیم. سپاسگزارم. نظرتون چیه در رابطه با جبهه هفت آبان تلاش میکنه نیروهای ملیگرا، مشروطخواه، ایران دوستان رو کنار هم جمع بکنه، ولی ما میبینیم که نیروهای چپ و یا حامیان انقلاب 57 چون توشون مذهبی، اونایی که معتقدن ملی مذهبی هم اصلاح طلبه، اینها نه تنها سرباز میزنن بلکه به شکل وحشتناکی هم علیه این نیروها که به رهبری شاهزاده رضا پهلوی هم اعتقاد دارن اغلب در واقع علیه اینا تلاش میکنن. شما به عنوان یک فرد فعال سیاسی نماینده پارلمان در یک کشور پیشرفته اروپایی نظرتون چیه در این مورد؟ این خیلی مهمه که ما بدونیم در واقع ملت ایران خودش مسیر خودش رو تعیین کرده. اگر نگاه کنید عده کثیری از مردم داخل ایران خواهان یک رژیمی هستند که ایران و ایرانگرا باشه، برای آزادی و آینده روشن و مرفهی در ایران تلاش کنه. خب مسلماً مسیر انتخاب شده است و اگر همه ما به هم بپیوندیم زودتر به اون هدف میرسیم. نباید این راه رو تخریب کرد، نباید دچار بازی‌های با چپ و اصلاح طلب و ما باید هدف خودمون رو مصمم ادامه بدیم، وارد این درگیری ها نشیم. اونها هم باید انرژی خودشون رو متمرکز کنن برای آزادی ایران، و آزادی ایران در گروه اینه که ما به فرهنگ و به اون در واقع تاریخ خودمون بپیوندیم، تاریخی که ایران رو بزرگ میکرد و اون راهی نیست جز ملیگرایی و ایران دوستی و ایران گرایی. ایران رو که بذاریم محور در واقع گفتمان خودمون همه چیز پس از اون درست خواهد. سپاسگزارم. حالا نمیدونم عجلم داری، سوال آخرم در رابطه با حزب خودتونه و تلاشتون و در راستای مسائلی ایران، به خصوص حالا این اواخر جنگ درگیری ایران با اسرائیل و همه اینا، چه برنامه‌ای دارید؟ بله این هم سوال خیلی مهمیه، چون که در واقع من اون چیزی رو که شاهد اون هستم در داخل سیاست اروپا و بلژیک که خودم هر روز در اونجا کار میکنم، اینها متوجه شدند که ایران، جمهوری اسلامی فقط ایران رو ویران نکرده، جمهوری اسلامی رژیم پلیدیه، مادر تروریسم جهانیه که با هزینه کردن برای تمام تروریست های خاورمیانه و با هزینه کردن برای روسیه
علیه اوکراین عملا وارد جنگ با خود اروپا شده. این در واقع پیشرفتیه که اون حرفایی رو که ما همیشه در تاریخ بیان میکردیم الان اینها دارن با چشمای خودشون میبینن. واقعا این احساس رو داری که این واقعیه، چون که پولیتیکران تأثیر دقیقا تأثیر میذاره. چرا؟ چون ما همیشه میگفتیم یک آلترناتیو هست برای جمهوری اسلامی و اون هم ملت آزادی خواه ایرانه، اون هم آزادی ایران از دست آیت الله هاست. ولی اونها به این مسئله به چشم دیگه نگاه میکردن، فکر میکردن اوکی شاید بهتره که این مسئله رو در مد نظر بگیریم ولی اقدامی نکنیم. اما با حمله هایی که ایران با موشک هایی که به روسیه فرستاد در واقع گور خودش رو کند تو خود اروپا، چون اون موقع تصمیم گرفتن خیلی هم بی طرف نایستن. و پس از اون که جمهوری اسلامی برای حسن نصرالله و برای حزب الله به اسرائیل حمله کرد با موشک هایی که بسیار قوی بودن، اینا متوجه شدن که خطر حمله جمهوری اسلامی که الان موشک های برد بالاش در روسیه هستش میتونه واقعا به خود اروپا هم باشه. اینها هیچ وقت منافع ملت ایران رو مرکز قرار ندادند، اما اکنون شاهد اون هستن که منافع مردم ایران دولت‌های اروپایی در خطره و اونجاست که دارن به این واقعیت که ما ایرانی‌ها سال‌ها براش مبارزه کردیم